سان شماری معلولان در کشور به دنبال عملی شدن قانون معلولیت هستند. قانون معلولیت 3 ماه پیش نافذ شد که بر اساس آن معلولان حق دارند در ادارات دولت کار کنند. در همین حال آمارها نشان می‌دهد که بیش از 80,000 نفر به دلایل مختلف برخی از اعضای بدن خود را از دست دادند. اکنون این افراد ماهوار بین 300 تا 1200 افغانی از دولت حقوق دریافت می‌کنند. علی طاهری با جزئیات بیشتر. معلولان در پی عملی شدن قانون معلولیت. آنان از دولت می خواهند که مطابق قانون معلولیت حقوقشان افزایش یابد. در همین حال آمارها نشان می دهد که بیش از 80,000 معلول در کشور وجود دارد. مطابق قانون جدید معلولیت تمام افراد معلول حق دارند مانند سایر افراد در ادارات دولتی کار کنند. وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین در نظر دارد برای عملی شدن قانون جدید معلولیت راه‌های ساده را یابد. قانونی که جدیداً به تصویب رسیده یقیناً می رقم که دوست عزیز ما پیشتر اشاره کرد در قسمت پرداخت معاشات چون به کتگوری های مختلف تقسیم شده یک مقدار مشکلات خود داره. قرار هست که یک کمیسیون که وزارت مالیه، وزارت ما و سایر وزارات های زیرب در او شامل خواهد بودن میشینیم سر طرز العمل از این کار خواهد کردیم و نیاز هست که باز هم همین مواد از این به تعدیل بره و یک راه آسانتر و درستر و قانع کننده تری برای در حقیقت پرداخت حقوقشان انشالله ما بتانیم یک راهکار خوبی پیدا کنیم. قانون معلولیت در 8 رتبه حقوق 3 ماه پیش نافذ شد. با نافذ شدن این قانون اکنون معلولین می خواهند که این قانون باید هرچی زودتر عملی شود. گفته می شود که افراد دارای معلولیت به دلایل مختلف برخی از اعضای بدن خود را از دست دادند. چهره های ظاهری معلولین نشان می دهد که جنگ ها، تهاجم های پیهم خارجی و استفاده از مواد انفجاری در صحنه جنگ ها از جمله عوامل معلولیت این افراد است. اکنون این افراد دولت را متهم به کم توجهی نسبت به حقوق خود می کنند. دولت چندان توجهی بر معلولین نمی کنه. ایت توجهی نکرده تو ولی زم. دیگه ما آرزومند است ما دولت بر معلولین افغانستان بسیار معلولین رنجیده هستند به اینا اگر کمی توجه کنن خوب خواهد بود. برخورد دولت یک برخوردی است که ما به مثل زغال بید هستیم، یعنی به درد هیچ چیزی نمیخوریم. متاسفانه دولت در هیچ قسمتی بر ما هیچ همکاری نکرده. او کارهایی که ارتباط بر مشکلات جامعه آسیب پذیر معلولین و خانمای بیوه یا به اصطلاح ساده بگویم ورثه شهدا افغانستان، دولت مردای ما عاجز ماندن. امیدوار هستم که هرچی عاجل مشکلات ما را مطابق قانون حل کنند. از روز جهانی معلولیت با شعار تساوی فرصت ها و عدم تبعیض در بین جامعه معلولیت تجلیل شد. در بین این افراد کسانی دیده می شود که قربانی بم های کنار جاده نیز شدند. بم هایی که همواره توسط مخالفین مسلح دولت در کنار جاده ها جابجا می شود. شماری از رضاکاران صحی از کمبود داروهای طبی و مراکز درمانی در نقاط دوردست کشور انتقاد دارند. آنان میگویند با وجود تلاش‌ها برای رساندن بیمار به مراکز درمانی، کمبود داروهای اولیه کارمندان مسلکی سبب از بین رفتن بیماران می شود. در همین حال امروز وزارت صحت عامه روز ملی کارکنان صحی را در کابل گرامی داشتند. شهروندان افغان کسانی هستند که کمتر به خدمات اساسی صحی دسترسی دارند. وزارت صحت عامه یک نیروی تازه را زیر نام کارکنان صحی در چند سال اخیر آموزش داده است. بر اساس برنامه این وزارت کار اصلی آنان کمک به بیماران عاجل و راهنمایی های صحی به خانواده ها در مناطق دوردست است. اما شماری از کارکنان صحی نبود داروهای اولیه و دوری راه برای رساندن بیماران عاجل به مراکز درمانی را از چالش های عمده خود می خوانند. آنان میگویند که اگر وزارت صحت عامه به آنها توجه نکند دیگر توانایی ارائه خدمات صحی را نخواهند داشت. مشکلاتی هست که دوا به قدر کافی در مناطق ما وجود نداره. مشکلات دیگری هست که مشکلات ترانسپورتی است. مریضا به
صورت صحیح نمیتوانه به کلینیک ها برسند. به خاطر یک کارکن صحی هم امکانات زیادی در دست نداره که فوری در محل اگر یک اتفاق میفته کاملا بتانه تداوی بکنه. ساعت ما بسیار ضعیف است، ما ماش نداریم دیگه، چیزایی که ضرورت است بر ما به وقت و وادیش رسیده نمیشه، باید از بر ما از طرف دولت از طرف خود مؤسسات کمک شود. وزارت صحت عامه از 14 قوس روز ملی کارکنان صحی در کابل تجلیل کرد. رئیس جمهور در پیام خود خواهان توجه وزارت صحت عامه و کشورهای کمک کننده بر رضاکاران صحی شده است. وزارت صحت عامه و نماینده اداره توسعه بین المللی آمریکا در افغانستان از خدمات ارائه شده از سوی رضاکاران ستایش کرده و وعده همکاری بیشتر را دادند. افتخار دارم که چنین یک نیروی ایثارگر و خادم را در کنار خیش دارم. در نتیجه خود و سیستم صحی را نیرومند احساس می نمایم. آرزومندم تا با تداوم وظایف نهایت با ارزش خیش نظام صحی کشور را بیشتر نیرومند ساخته و رضای خداوند متعال کسب نمایید. بر اساس آمار وزارت صحت عامه هم‌اکنون نزدیک به 22,000 کارکن صحی به طور مجانی فعالند. این در حال است که گفته می شود افغانستان هنوز در شمار کشورهایی است که در آن میزان مرگ میر کودکان زیر سن 5 سال و مادران در هنگام زایمان نگران کننده است. و اما سه دهه جنگ و ناامنی در کشور باعث مهاجرت میلیون ها شهروند افغان به دیگر کشورها شده است. شماری از شهروندان با دریافت سند تابعیت کشورهای مهاجرپذیر اکنون شهروندان آن کشور تلقی می شوند. اما افغان هایی که در این کشورها آن باز هم به فکر کشور مادری خودن و فراموش نکردند که زمانی در افغانستان بودند. به این گزارش توجه کنید. این بانو ماریا امیری نام دارد. ماریا از اندک جوانان با احساس است که پدرش افغان و مادرش پولندی می باشد. او ماستر ژورنالیسم و دانشجوی زبان ادبیات پشتو در دانشگاه شرق شناسی شهر وارسا است. ماریا با وجود مصروفیت های زیاده نهاد را زیر عنوان انجمن همکاری جوانان افغان و پولند ایجاد کرده است. امیری می گوید که هیچگاه افغانی بودن خود را فراموش نکرده است. با روی کار آمدن حکومت جدید در سال 2001 چندین بار به کشورش سفر کرده است. فکر میکنم که ما میتونیم یک دو ملت نزدیک بکنیم، مردم نزدیک بکنیم و هم تبلیغات افغانستان در خارج به خصوصا در اروپا و امریکا بسیار یک تصویر بد است، معمولا منفی است که در اونجا طالبا هستند، که در اونجا تروریسم است، مردم پس مانده هستند، بی تحصیلات هستند و اصلا فرهنگ و چیز ندارند. ما علاقه دارم همین چیز نشون بدم که برعکس است. مردم هم زندگی نرمال میکنن، آرامی در بعضی منطقه افغانستان هم است و یک فرهنگ تاریخ خاص افغانستان داره. در این انجمن شماری از جوانان پولندی نیز عضویت دارن. این جوان اسمش پاتریسی است. او از عضویت خود در انجمن چنین میگوید: یکی از آرزوهایم دیدار از افغانستان است. زمانی که من کودک بودم پدر بزرگم از افغانستان و تاریخ دیرینه و کهنش برایم روایت میکرد. او از کسانی بود که در جنگ افغانستان شرکت کرده بود و او میگفت پولند و افغانستان هر دو از حملات روسها خسارات جبران ناپذیر را متحمل شدند. آماری که مسئولان نهاد همکاری جوانان افغانستان مقیم پولند دادند، بیش از 50 جوان افغان و پولندی در این نهاد عضویت دارند. به این نهاد از سوی کشور پولند نیز جواز فعالیت داده شده است. و حال هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان کار بازسازی سفارت این کشور در کابل را افتتاح کرد. آقای گیلانی میگوید که کار ساختمان اصلی سفارتخانه این کشور تا یک سال آینده تکمیل می شود. آقای گیلانی از سفیر پاکستان در کابل خواست تا در زودترین فرصت کار سایر بخشای آن را نیز تکمیل کند. با افتتاح کار بازسازی سفارت پاکستان در کابل، سفر دو روزه نخست وزیر این کشور به کابل هم به پایان رسید. ساختمان تازه سفارت یک سمبول واضح و آشکار از روابط نزدیک اسلام آباد و کابل است. این نه یک ساختمان بلکه بازتاب دهنده روابط دوستانه و دیپلماتیک بین دو کشور است. همچنین خواسته های مشترکمان در راستای صلح و ثبات در منطقه و منافع ملی هر دو کشور را تأمین خواهد کرد. And mutually beneficial development.